وقتی که راجع به خودشناسی اطلاعات میگیری، میرسی به بحث خداشناسی و زمانی که خدا را میشناسی، خودت را میشناسی، خدا را در درون خودت احساس میکنی، درک میکنی، هر روز عشقت نسبت به خدا بیشتر و بیشتر میشه. امیدوار هستم که تک تک شما این حس زیبا را در زندگیتون در زودی درکش کنین که چقدر خدا دوست داشتنیسته و چقدر نزدیکیش احساس میکنین در خودت که خدا چقدر نزدیکه. اصلا نیاز نیسته برای حرف زدن با خدا یا دوست داشتنش، پرستیدنش، در آسمان سعی کنی، سجده کنی یا در کعبه بری. واقعا راسته که میگه از رگت در تو نزدیکتر خداسته. امیدوارستم که تک تک تون ایره بتونین درک کنین. زندگی وقتی که معلومات در زندگیت بیشتر میبری، مثل داستان هفتا چاکراسته که هی طبقه در طبقه رشد میکنه. وقتی که چاکرای ریشه از ترس و ایجور چیزا اطلاعات میگیری، میفهمی که دیگه نباید بترسی، قدرت داشته باشه. چاکرای دوم جنسیت، هوسهایت، غذایت، نفست، اینا رو میتونه کنترل کنه. چاکرای سومت که مثلا راجب پول و ثروت و قدرت و اینجور چیزاست، اینا رو میتونه کنترل کنه. چاکرای قلبت که میتونه مهربان باشه، چاکرای گلوت که میتونه حرف خوب بزنه، چاکرای چشم سومت که داشته ها و نداشته ها رو میتونه ببینه، احساس کنه، و چاکرای آخری که هیچ نیازی نداره. بعد از هفتمین چاکرا در اینجا میرسی که در زندگی تو وقتی تو در تکامل میرسی، در بیداری میرسی و طبقه در طبقه اینا رو بالا میری، در یک جای از زندگی میرسی که واقعا احساس میکنی بعد از چاکرای هفتم تو پرواز است. پرواز منظورم از مرگ نیست، ای که در یک درجه از زندگیت میرسی که میتونی یک انسان دیگر، یک جفت روحی را برای خودت داشته باشی. خیلی ها شاید برایشان سوال پیش بیایه که جفت روحی چجوری و چجوری پیش میه. زمانی که تو روی خودت کار کنی، خودشناسی، خودشناسی، مدیتیشن کنی، چاکرایت بشناسی، سوال جوابایت اینا جواب سوالات مثلا از درون خودت بشنوی و هی خودت در بیداری، در آگاهی برسانی، اطلاعاتت بالا برسانی، وقتی که در حد بیداری بالا میرسی، در یک جای میرسی که جفت روحی تا پیدا میکنی و میفهمین حس با جفت روحی چیسته. خیلی قشنگه که یک نفر در زندگیت بیایه که تو خودت باشی، یعنی ترس ای را نداشته باشی که ایجوری رفتار نکنم، ایجوری مرا نبینه، ایجوری لباس نپوشم، ایجوری نمفهم، صحبت نکنم، همش نقاب روی صورتت بذاری، همش ترس داشته باشی، همش بترسی که مورد قضاوتش قرار بگیری. جفت روحی یعنی کسی که انگار تو خودت در داخل یک آینه میبینی، کی را میبینی؟ خودت را میبینی. انسان با خودش خیلی راحت است، نه؟ با خودت خیلی راحت هستی، همه کار میکنی، میبینی، خودت را دخو دیدی، بخو دیدی، با لباس، بدون لباس، خودت را با تمام احساساتت اینا قبول کردی، خودت را دوست داری هر جوری که هستی. بعد اون زمان وقتی جفت روحیت میاد، او همچین احساس را در تو میده که تو مورد قضاوت قرار نمیگیری، در پیش من راحت باش، آزاد باش، خودت باش و من او کودک درون تو را میخوایم ببینم، میخوایم داشته باشم در هر شکلی که هست. بچا در کلیتون آرزو میکنم که در این لیویل از زندگی برسین که بتونین با جفت روحیتون ملاقات کنین. خیلی یک حس قشنگه، خیلی یک حس عالیه، یک حس خیلی خوبه که وقتی من دو سه روز دارم در این موضوع فکر میکنم که چقدر قشنگه که یک انسان در زندگیت بیایه و تو مورد قضاوت قرار نگیری و تو خودت باشی. یعنی اگه شوخی میکنی، اگه بچگی میکنی، اگه خنده میکنی، اگه او کودک درونت هنوز بیدار است، بازی میکنی، ده هر شکلی او طرف مقابل تو را قبول داره، میخواه، دوست داره. انشالله که کلگیتان ای را درک کنه در زودی زود.
بعد در اون جسته که میبینی که او خیلی از انسان ها نه تنها درست زندگی نمیکنن، نه تنها راجب خودشان چیزی نمیدانن و خودشان دوست ندارن، نه تنها که ازدواجاشون اشتباسته، نه تنها که بچه آوردنشان هم اشتباسته، نه تنها که زندگیشون اشتباسته، خیلی چیزای دیگر هم دارن اشتباه میکنن. و زمانی که انسان در تنهایی خودش رشد میکنه و روی خودش کار میکنه، پخته میشه، بیدار میشه، در یک زمان از جفت روحی میرسه که میتونه یک زندگی دو نفره رو پیش ببره و بعد از اون بچه دار شوه و نمیفهم چیزای دیگه. من که نگاه میکنم 99% انسانهای روی زمین شاد بگم که اشتباه دارن زندگی میکنن، مجبور هستن، خودشان نیستن، یا خیانت پیش میارن، چشم چرانی میکنن، ای بایی میره اوگم بایی که وقتی یک نفر پیدا کنه که قد بایش راحت باشی، هر لحظه در چشمای او عشق ببینی، عشق احساس کنی، در توی جمع باشین، ولی او شیطنت در توی چشمای همدیگه ببینین، در توی جمع با همدیگه عشق کنین، عشق منظورم همون انرژی رو درک کنین، در توی جمع شوخ باشین، در توی جمع دو نفره با هم دیگه با نگاه کردن عشق ها رو رد بدل کنین، انرژی ها رو رد بدل کنین. چقدر شیرین است، چقدر قشنگ است وقتی همچین احساس رو انسان داشته باشه. خوشبختی یعنی این که طرف با عشق تو رو میخواه. خیلی ها اسم عشق متاسفانه انرژیش رو پایین میارن که ما عاشق هستیم، بعد یک مدت مثلا جدا میشن، خیانت میکنن و این پا بایی که عشق از درون خودت میه، عشق از خودشناسی میه، عشق از خداشناسی میه. وقتی خودت بشناسی، خدایت بشناسی، فاصله بین خودت و خدا رو احساس میکنی که چقدر نزدیک است. در اینجا مرسی که خودت خدا هستی، او خدا در درون توست، تو خدا هستی. بعد چشمت باز میکنی، در دوروبرت که نگاه میکنی میبینی واو، من چقدر با خدا دوست هستم، خدا چقدر با من نزدیک، خدا در درونم است. و دوستانه همراهش میشینه، قصه میکنه، گپ میزنه و میبینی واو چقدر تست اجابت میکنه. باید که اشتباه خیلی یاد فکر میکنم مثلا دعا کردنشان درسته، ولی دعا کردنم خیلی ها دارن اشتباه دعا میکنن، چون حالت التماسی داره، التماس کردن از انرژی های پایین میه. با خدا رفیقانه صحبت کن، گپ بزن. و بعد از این که عاشق خدا شده، یک جمله بود میگفت آنگاه که من عاشق خدا شدم، آنگاه خدا مردی را برای من فرستاد که عاشق من شود. اون مرد میتونه خدای تو باشه، میتونه اسمش بذاره جفت روحی، میتونه بذاره خود من، خود دیگر من، هرچی از خیلی قشنگه. من در یک حد رسیده بودم، رسیده بودم منظور چند ماه پیش، که ایره احساس کردم که بجز خدا انسان ها میتونه عاشق چی کسی شوه؟ کسی که همیشه بوده، همیشه هست، بد باشه، خوب باشه، فراموشش کنه، فراموشش نکنه، دیادش باشه، نباشه، همیشه بوده، همیشه هست و همیشه آغوشش برای تو باز بوده، همیشه پر از مهربانی، پر از عشق، پر از انرژی های خوبه. این انسان واقعا ستایش کردنیست که باید پرستیدش، باید عاشقش بود. بس او روح در درونه یک مردم میتونه باشه که عاشق یک زن باشه و زن عاشق او باشه، او میشه جفت روی. خیلی یک احساس بالا و قشنگه. امیدوارستم که تک تکتان نصیب قسمتتان شده. عزیزای دل، برای خودتان وقت بذارین، روی خودتان زیاد کار کنین که در اون مرحله برسین. دوستان دارم.